در حالی که رونق اخیر در هوش مصنوعی باعث هیجان و نگرانی همزمان شده، تحقیقات در مورد جمع‌آوری داده‌ها توسط شرکت‌های هوش مصنوعی در حال انجام است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. اگرچه فناوری‌های هوش مصنوعی که به سرعت در حال توسعه هستند، ظاهراً زندگی ما را آسان‌تر می‌کنند، اما کاربران ابزارهای هوش مصنوعی بیشتر نگران حریم خصوصی داده‌ها هستند که فناوری جدیدی جایگزین آنها در محل کار می‌شود. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی زندگی کاری و اجتماعی ما را شکل می‌دهد و نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی را به همراه دارد. در حالی که سایر نگرانی‌ها در مورد از دست دادن شغل به دلیل جایگزینی نیروی انسانی توسط هوش مصنوعی در حال افزایش است، تأثیر ابزارهای هوش مصنوعی بر حریم خصوصی شخصی به موضوع داغ تبدیل شده است. یک نظرسنجی توسط شرکت مشاوره KPMG نشان داد که حدود 1000 آمریکایی تحصیل کرده دانشگاهی معتقدند مزایای فناوری هوش مصنوعی نسبت به خطرات ناشی از استفاده آن بیشتر است. حدود 42% از پاسخ دهندگان سوال گفتند که ابزارهای هوش مصنوعی مولد به طور قابل توجهی بر زندگی شخصی آنها تأثیر گذاشته، در حالی که 58% باقی مانده اظهار داشتند که چنین برنامه‌هایی زندگی حرفه‌ای آنها را شکل داده است و 51% از پاسخ دهندگان هیجان قابل توجهی را نسبت به هوش مصنوعی مولد ابراز کردند. بیش از نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی KPMG بر این باورند که ابزارهای هوش مصنوعی مولد طیف گسترده‌ای از مسائل را از سلامت فیزیکی گرفته تا امنیت سایبری، از توصیه‌های شخصی گرفته تا آموزش بهبود می‌بخشد. با این حال پاسخ دهندگان نگرانی‌هایی درباره اخبار و محتوای جعلی، کلاهبرداری‌های هوش مصنوعی، حریم خصوصی داده‌ها، اطلاعات نادرست و امنیت سایبری ناشی از افزایش استفاده از هوش مصنوعی مطرح کردند. از میان پاسخ دهندگان 51% نگرانی‌های خود را در مورد از دست دادن شغل به دلیل جایگزینی نیروی انسانی هوش مصنوعی ابراز کردند. گفتنی است که دولت بایدن در 30 اکتبر 2023 فرمان اجرایی در مورد توسعه و استفاده ایمن و قابل اعتماد از هوش مصنوعی را صادر کرد. این دستور که برای محافظت از آمریکایی‌هایی در برابر خطرات احتمالی ابزارهای هوش مصنوعی صادر شد، شرکت‌های توسعه دهنده فناوری‌های هوش مصنوعی را ملزم کرد که نتایج تست‌های امنیتی و سایر اطلاعات را با دولت ایالات متحده به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، قوانین جدیدی برای محافظت از افراد در برابر کلاهبرداری از محتوای ساخته شده توسط هوش مصنوعی با اجرای تایید معرفی شد. در همین حال کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده سال گذشته تحقیقات گسترده ای را در مورد OpenAI سازنده ChatGPT به اتهام نقض قوانین حمایت از مصرف کننده آغاز کرد. کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد سرمایه گذاری ها و مشارکت های هوش مصنوعی مولد آلفابت، آمازون، آنتروپیک، مایکروسافت و اوپن ای در ژانویه آغاز کرد. در آغاز ماه جوان، اخبار منتشر شده در ایالات متحده نشان می‌دهد که وزارت دادگستری از سازنده ترایشه انویدیا به دلیل نقش آن در جنون هوش مصنوعی تحقیق خواهد کرد. از محمد حسین صفاکرم، مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای صفاکرم سلام و عرض ادب. سلام، وقتتون بخیر. جناب صفاکرم، هوش مصنوعی چه مزایایی در آینده زندگی بشر دارد و آیا برخی اظهار نظرها و ببخشید برخی اظهار نگرانی ها در مورد مشکل آفرین بودن آن نسبت به زندگی برخی از افراد به واقعیت نزدیک است؟ بفرمایید. این که هوش مصنوعی داره با زندگی های ما در واقع مخلوط میشه و قاطی میشه و جزئی از زندگی ما میشه، اینو اصلا نمیشه انکارش کرد، ولی این نگرانی هایی که وجود داره واقعیت داره. حالا یه سری راهکار هست که میشه جلوی این نگرانی ها گرفت یا حداقل کمشون کرد تو سطح جامعه.
بعضی از این راهکارا اینطوریه که ما بیایم یه سری قانون گذاری انجام بدیم و یه سری نظارت هوشمندانه داشته باشیم رو کل روند، یعنی بیایم یه سری استاندارد شفاف برای جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از داده‌هایی که داریم و با هوش مصنوعی مختلف ایجاد کنیم. دوم موردی که میتونیم براش یه راهکاری به عنوان یه راهکار معرفی کنیم اینه که آموزش و اطلاع رسانی عمومی داشته باشیم، یعنی که با برگزاری کمپین‌های آموزشی یا آموزش مهارت‌های دیجیتال و سواد رسانه‌ای به شهروندا بیایم این بستر رو فراهم کنیم که اونا اطلاع رسانی درباره حقوق خودشون توی فضای دیجیتال داشته باشن. و مورد بعدی اینه که همکاری دولت و بخش خصوصی باشه، مثلا بیاد شرکتایی که اصول اخلاقی تو هوش مصنوعی رعایت میکنن بیاد تشویقشون کنه، حمایت کنه از تحقیقاتی که مربوط به هوش مصنوعی قابل اعتماد هست و تشویق‌های مالیاتی و چیزهایی از این دست، و در نهایت توسعه فناوری‌های محافظ حریم خصوصی، یعنی بیاد از شرکت‌ها و فناوری‌هایی حمایت کنن که در روش رمزگذاری پیشرفته دارن و به این سادگی به قول معروف هک نمیشن و دسترسی اطلاعاتشون به این سادگی نیست. یه سری چیزهای دیگه هم هست مثلا جناب صفا کرم یه مقداری از اون بله بفرمایید بفرمایید یه مقداری از اون نگرانی‌ها رو کم کنیم و در واقع از این تشدید نگرانی‌ها کم بشه. بله ممنونم. با تشکر از محمد حسین صفاکرم، مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.